برجا که تو باشی اثر غم نبود، آنجا که نباشی دل خرم نبود. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانانم. آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنه، از سلیمان سپاسگزار. گفتگو میکردم با دکتر اسماعیل نوری الله، قرار شد که یه نگاهی بکنیم به واقعا منظر ادب و فرهنگ در گذشته و بعد چهره هایی که به هر حال خیلی نقش مهمی داشتن در تحولات ادبی ما. یکی از اون شخصیت ها محمود بهازینه، فوق العاده نقش مهمی داشته با برخی ترجمه های فاخر و بعد آشنا کردن نسل جوان، نسل دانشگاهی یا جامعه کتابخان ایران با جلوه های از ادب و فرهنگ دیگر کشورها به ویژه روسیه و اتحاد جماهیر شوروی، ادبیات سوسیالیستی خیلی نقش مهمی داشتن. و از این هفته ما میریم به سراغ چهرهای برجسته مثل بهرام بیضایی، مثل نادر ابراهیمی. و جالبه که دکتر نوری الله با بسیاری از اینها ضوابط تنگاتنگ، با بسیاری از اینها دوستی داشته و خب طبیعتا بهتر از هر کسی میتونه هم شخصیت اونها رو برای ما تجسم ببخشه، ما آشنایی بهتری با اونها پیدا بکنیم، هم با رویه و خلق و خوی اونها و بعد از های منتر با کار و خلاقیت و دستاورد اونها. شاید به این ترتیب بشه اندکی جبران کرد این همه غفلت رو در باره کسانی که به هر روی خدمتگزار فرهنگ این مملکت بودن. حالا هر اندیشه‌ای که داشتن اصلا چه اهمیت داره، دستتون همین که سطح اندیشه ها بوده که خیلی کمک کرده و اینکه باز ایرانی ها در قلم رو به فرهنگ بتونن اندکی به خودشون ببالند، خیلی وضعیت بهتری داشته باشن نسبت بقیه ملت های خاورمیانه. درود بر دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. سلام میکنم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و بینندگان گرامی برنامه تون. آقای میبودی، خوشحالم که امشب میخوایم کلید یک سلسله برنامه جدیدی رو بزنیم که من مدتها بود آرزو داشتم بتونم انجامش بدم. اول شروع کردم به نوشتن این مطلب، یعنی فکر کرده بودم که خب به سن و سالی رسیدم که دیگه میشه یه خاطراتی رو نوشت و در سایت شخصی خودم هم این کار رو شروع کردم، از پدرم، مادرم، خانوادم، خواهرام، برادرم و غیره. اسم مجموعه کارم از اول تصمیم گذاشتم بگذارم چهره خانه، به این معنی که بپردازم در هر فصلی از اون کتاب به یکی از چهره هایی که در زندگی من طلوع کردند و بر من اثر گذاشتن، جاپاشون روی من باقی موند. البته به 4 سالگی نرسیده بودم که عرض کنم خواهر بزرگی که 2 سال پیش فوت کرد از تهران اختار کرد که بعد تو داشت و حق نداری اینجور بی پروا همه چی رو بنویسی و خلاصه جلوی نوشتن منو گرفت و من هم عرض کنم که دیگه از رغبت افتادم. اما این تو ذهن من بود که اگر بشه جایی این کار رو به صورتی ادامه بدم، تا در گفتگوی با حضرت عالی به این نتیجه رسیدیم که بعد نیست راجع به این حرفا صحبت بکنیم. و به انتخاب حضرت عالی اولین شخصیت هم آقای محمود اعتمادزاده بهازین است که من فقط چند تا خاطره ای که از او دارم رو برای شما مطرح میکنم. یکی از مسائل عمده هم این استش که اولا این ماه ما به 100 سال تولد بهازین میرسیم، اگر زنده میبود الان 100 ساله بود. عجب. و در این حال این که این اصطلاح آزادی بی حد و حصر رو که این روزها به علت اتفاقاتی که در پاریس افتاد ما به کار میبریم زیاد، این به اصطلاح سکش رو به هازین زده است. و هر وقت که از آزادی بی حد و حصر صحبت میکنیم، خود به خود برای کسانی که در اون جریانات بودند یادآور میشه بهازین رو که به اصرار این عبارت رو در داخل مرامنامه کانون نویسندگان هم گنجوند و تا به امروز هم تمام تشکلات ادبی و هنری ما این رو تکرار کردن، یعنی هم تو اساسنامه کانون نویسندگان داخل کشور هست، هم توی اساسنامه کانون نویسندگان در تبعید، انجمن قلم در تبعید و غیره. بنابراین خب مناسبت خوبیه. خیلی. بنابراین دکتر نوریالا،
بیازین وقتی که 4 سالش بوده در روسیه انقلاب میکنه لنین. بله دیگه. دیگه نیست؟ حساب اونجا هاشو در ولی بعد همطور که میفهمیدیم. آقا عشق عجیبی به اتحاد شوروی داشت و مخصوصا به ادبیات سوسیالیستی و واقعا هم ترجمه هایی که کرد اصلا خیلی درخشان بودن، خیلی سهم مهمی داشتن. اتفاقا از ادبیات روسی زیاد ترجمه نکرد، بیشتر ادبیات فرانسه رو ترجمه کرد. فرانسه درست، از بالزاک و از کنم که نویسندگان کلاسیک زبان فرانسه رو واقعا ما رو دستش نداریم. ترجمه هایی که او و محمد قاضی کردن واقعا یگانه هستند در تاریخ ترجمه ادبیات ایران. به چه زبانهای تسلط داشت؟ فرانسه یا به روسی هم تسلط داشت یا نه؟ فرانسه رو تسلط داشت، روسی هم تسلط داشت. بله، یعنی اون چی که از روسیه ترجمه کرد به زبان روسی از زبان فرانسه ترجمه میکرد به فارسی. شولوخوف رو هم از زبان دون آرام شولوخوف رو از زبان فرانسه ترجمه از زبان فرانسه. البته بعد از انقلاب توی اختلافاتی که پیش آمد احمد شاملو اصرار کرد بر اینکه به بهازین فرانسه هم نمیداند و همه ترجمهاش غلطه و در نتیجه دو مرتبه دون آرام رو شاملو ترجمه کرد و منتشر کرد. ولی من نشنیدم از دیگر مترجمین ایرانی از زبان فرانسه که در مورد تسلط بهازین به فرانسه شک کرده باشه. به حال جالبه که عرض کنم که در زمان رضا شاه او افسر نیروی دریایی ایران بود و وقتی که در مثل که در بحر خزر هم خودش اهل رشت بود، زاده رشت بود و وقتی هم که در بحر خزر مثل که اتفاقاتی افتاد اونجا، یکی از توپخانه های کشتی های روسی بودند که به طرف کشتی که او درش بود شلیک کردند و یک دست او رو کندند و بردن. بنابراین او دیگه از اون به بعد همیشه کتی که تنش میکرد این آستینش رو تا میزد و با یه سنجاق قفلی نگه میداشت روی اینجا و با دست دیگرش بودش که تمام این مطالب رو مینوشت و اینا. دست راست یا دست چپ؟ دست چپ. دست چپ. بله. عرض کنم حضورتون که من خب از دوران دبیرستان ترجمه های او رو میخوندم و لذت میبردم و برام یه شخصیت مهمی بودش. اما تا اینکه دیپلمم رو گرفتم و وارد دانشگاه شدم در سال 1340 هرگز او رو ندیده بودم و زیادم با روابط بین هنرمندان و نویسندگان این حرف آشنا نبودم. اما از اون به بعد به سرعت با فضای ادبی اون روزگار پایتخت آشنا شدم و ملتفت شدم که نویسندگان و شاعران ما در گروه های مختلفی عطف به سابقه سیاسی که داشتند با همدیگه نزدیکند و کار میکنند. مثلا نویسندگان و شاعران توده ای اینها با همدیگه کار میکردند و در اون سالهای 1338 به بعد که دیگه ندامتنامه نوشتند و از زندان آمدن بیرون، خیلی هاشون مثل عبدالرحمین احمدی، مثل شاهرخ مسکو عرض کنم که و بهازین و اینها دست جمعی در یک انتشاراتی کنار هم قرار گرفتن به نام انتشارات نیل که در میدان مخبرالدوله سابق بود و مثل اینکه بعد از انقلاب یا نزدیکی های انقلاب منتقل شد به روبروی دانشگاه و آثار اونها در اونجا منتشر می شد. یه دسته دیگه از نویسندگانی مثل آل احمد، مثل هوشنگ وزیری، عرض کنم که نادر نادرپور و اینها بودند که اینها از حزب توده بریده بودند و باز خودشون یک محفل ادبی داشتند که مجله اندیشه و هنر رو منتشر میکردن و بعدم خب عرض کنم که جنگ آرش بود که سیروس تاواز در می آورد و جوانترهایی که دوروبر ابراهیم گلستان بودند در اونجا کار میکردن. ما هم که وارد این مسئله شدیم با همگنان خودم مثل احمد رضا احمدی، نادر ابراهیمی، محمد علی سپانی و اینها، ما هم گفتیم که خب ما چرا بریم زیر علم اینا سینه بزنیم؟ ما مستقلیم. رفتیم برای خودمون یه انجمن انتشاراتی هم ما درست کردیم به نام طرفه، به معنای نو و نوین،
و شروع کردیم آثار خودمون رو اونجا منتشر کردن. یه مجلم درآوردیم به نام جنگ طرفه. عرض کنم که در یکی از روزهای سال 1341-42 الان دقیقا یادم نیست بود که یک روز داشتیم با احمد رضا احمدی که خونش در خیابان عرض کنم که ایران بود در آبسردار داشتیم قدم میزدیم. من بهش گفتم تو کجا داری میری؟ خود تو ترتمیز کردی و کچربا پوشیدی؟ گفت من دارم میرم آقای بهازین رو ببینم. من گفتم ای مگه تو با آقای بهازین آشنا هستی؟ گفتش مدتیه که از طریق پسر عمون که عرض کنم که آقای عبدالرحیم احمدی بود با او آشنا شده بود و ایشون میخواد یه مجله‌ای در بیاره به نام، یعنی مجله کتاب هفته‌ای که کیهان در آورده بود و شاملو سردبیرش بود، سردبیریش رو از شاملو گرفته بودن داده بودن به آقای بهازین. این عبدالرحیم احمدی همون توده‌ای معروف از اعضای معروف حزب توده، عبدالرحیم احمدی، بله، که بعدن البته فکر میکنم رئیس سازمان جهانگردی شد. درست. و بعدم استاد دانشگاه بود، رئیس دانشگاه آزاد هم شد قبل از انقلاب، که کتاب مشهور گالیله و گالیلی رو او ترجمه کرد و منتشر کرد. این سوابق توده‌ای بودن اینها اثری نداشت در استخدام اینهاشون؟ من ندیدم اثری داشته باشه. اثری نداشت. همشون شاغل، یعنی راه رو براشون باز گذاشته بودن که زندگی کنن دیگه در ایران. خیلی زندگی های خوبی هم داشتن، مثلا آقای هوشنگ ابتهاج، خب شاعر عرض کنم که توده‌ای بود و اینها، ولی در شرکت سیمان تهران خیلی که مال ابتهاج بود، که ابتهاج پس عموی او بود، خاندان ابتهاج از خاندان اشراف رشت بودند. ایشون قصری برای خودش داشت در سر خیابان منوچهری و عرض کنم که، یا کسرایی کارمند وزارت آبادانی و مسکن بود. آقای بهازین عرض کنم که بیشتر از راه ترجمهش نون میخورد و بودن دیگه. عبدالرحیم احمدی هم که عرض کردم مقامات دولتی اساسا داشتش. آقای مسکوب هم باز در همون سازمان جهانگردی شاغل بود که بعدا منتقل شد به سازمان برنامه و من و او و دکتر عنایت با هم دیگه هم اتاق شدیم برای چندین سال. دکتر محمود عنایت؟ زنده یاد محمود عنایت. عرض کنم حضورتون که حالا یکی از این جلسات رو اگر زنده بودم راجع به خود دکتر عنایت هم داستانها دارم که میتونم توضیح بدم. خوشبختانه محمود عنایت که حیات داره. نه خیر، ایشون فوت کردن، در همون شهر شما هم فوت کردن، دو سه سال پیش بود. دکتر محمود عنایت؟ بله بله. امیدوارم من اشتباه، اتفاقا امیدوارم شما اشتباه بکنید، فارس یادش کردید شما. من تعجب کردم که عجیبه یه طوری صحبت کنید که نمیدونم. من اصلا نمیتونم مرگشو قبول کنم واقعا، اینقدر شخصیت بزرگه. همینطوری که میفرمایید. بله میفرمایید. عرض کنم که بعد وقتی که اشتیاق من رو دید آقای احمدرضا احمدی به من گفت خب اگه میخوایی تو هم بیا با هم بریم. گفتم آخه من که دعوت ندارم. گفت نه آقا بهازین از نسل جوان خیلی خوشش میاد که باشون کار بکنه، بیا بریم. خلاصه رفتیم در انتهای خیابان عرض کنم که ایران، اون کوچه‌ای که بعد مدرسه علوی توش بود و بعد اون آقای خمینی رفت اونجا و اون تیرباران رو صورت گرفت، خونه بهازین توی اون خیابون کوچه بود و در یه طبقه بود و ما اپلاها رفتیم بالا و در خونه ایشون رو زدیم و آقای بهازین عرض کنم که در رو باز کرد، با تعجب من رو نگاه کرد. احمد رضا گفتش که ایشون دوست من اسماعیل نوریالاست و مشتاق دیدار شما بود. منم عرض کردم که سر خود ایشون رو دعوت کرد. ایشون گفت نخیر بفرمایید و خلاصه ما وارد اتاق ایشون شدیم و دیدیم یک زندگی که مثل این که همه چی رو سر جای خودش کاشتن و هیچ چی رو تغییر بکنه، همه چی تمیز و مرتب و اینها. و همسر ایشون هم خیلی با خوشرویی از ما پذیرایی کرد، دختر پسری هم داشت، پسرش اسمش زرتشت بود. و عرض کنم که نشستیم صحبت کردن و ایشون گفت بله این کتاب هفته رو قرار شده که کیهان هفته ای که اسمش بعدن شد کتاب هفته، این رو من در بیارم و این حرفا. و احمد رضا هم که
شاعر جوان خوبی است، قراره که شعراش رو بیاره که من بخونم این حرفا. بعد وقتی که فهمید من دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران هستم، به منم گفتش که خب شما هم از این مهارت خودت استفاده کن و شروع کن آثار ادبی رو ترجمه کردن. از هر دری سخن گفته شد و چیزی که در اون خاطره در ذهن من باقی مونده اینه که به من گفت من دوست دارم به شما دوتا جوان یک نصیحتی بکنم. گفتیم بفرمایید. گفتش که من فکر میکنم همیشه نویسندگان و هنرمندان باید طوری عمل بکنند که انگار یک سرنیزهی زیر گلوشون گذاشتن و اگر اینا بگن آره این سرنیزه فرو میره توی گردنشون، اما اگر بگن نه آزاد میشن. هیچ وقت هیچ دعوت اینجوری خلاصه آره نگوید و غیره. این همینطور تو ذهن من بود که بعدها وقتی که انقلاب شد و بهازین عرض کنم که مرکز یک نوع بحرانی در کار نویسندگان قرار گرفت، من همش یاد اون موقع بودم که یک بار گفت آری و بعد اون مصائب پس از اون پیش آمد. به هر حال بهازین مدتی در کتاب هفته بود، من هم چند تا کار رو ترجمه کردم، از جمله یک تکه از کتاب مهابهارات های هندی رو به نام داستان ساویتری رو ترجمه کردم بردم براش و خیلی خوشش آمد و یک شماره کتاب هفته رو اختصاص داد به این داستان. و بعد هم عرض کنم که رفت و شد رئیس نشریه پیام نوین که نشریه فرهنگی ادبی انجمن ایران و شوروی بود و در نتیجه خب یه پیوندهایی بودش که آدم یه خود بیشتر احتیاط میکرد. و دیگه هم سراغ ما، یعنی ما دیگه سراغش نرفتیم که بریم در پیام نوین کاری رو انجام بدیم، ولی از بین ما نادر ابراهیمی همیشه ارتباطش رو با او حفظ کرد. این بود تا سال 1346 که مسئله این پیش آمد که یک دولت تصمیم گرفتش که کنگره‌ای به نام کنگره شاعران نویسندگان ایران عرض کنم که به وجود بیاره که از عده زیادی دعوت کردن که برن در اون شرکت کنند و عده‌ای هم گفتن که ما نمیریم شرکت کنیم و این قرار شد به تشویق جلال آل احمد که جزو نیروی سومی ها بود و با توده‌ای ها بد بودن با هم، قرار شدش که بریم یه اعلامیه‌ای در بیاریم و بگیم که آقا ما در این کنگره شرکت نمی کنیم چون که در مملکت ما سانسور برقراره و ما به عنوان نویسنده روزیخوار نویسندگیمون هستیم و شما زندگی ما رو دارید مختل می کنید و ما اعتراض داریم. این مطلب نوشته شد، من به تفصیل در برنامه‌های دیگر همین تلویزیون ایران فردا برای شما اونا رو تعریف کردم، اما می‌خوام بگویم که ما 9 نفر بودیم که این بیانیه رو تهیه کردیم، 9 نسخه ازش تهیه کردیم در همان شب در خانه دانش آشوری، هر 9 تا نسخه رو امضا کردیم و هر کدوم یکیشو برداشتیم که بریم سراغ نویسندگان دیگر و از اونها هم امضا جمع بکنیم. و قرار شد روز 15 اسفند 1356 در منزل آل احمد جمع شیم، ببینیم چقدر امضا جمع شده، امضاها رو یک کاسه بکنیم و این اعلامیه رو در بیاریم. که در اون روز من خیلی زودتر رفتم، یعنی خود سیمین خانم دانشور به من گفتش که بیا من دست تنها هستم مثلا کمک کنیم و این حرفا، رفتیم میز صندلی ها رو چیدیم و میزی درست کردیم و غیره و دست دست دوستان بود 56-57 نفر اون اعلامیه رو امضا کرده بودن که یک مرتبه در وا شد و ما دیدیم که بهازین و پشت سرش هوشنگ ابتهاج و سیاوش کسرایی و فریدون تونکابونی هم وارد مجلس شدن که خیلی همه جا خوردن، چون سالها بودش که بین این دو دسته به خصوص آل احمد و توده‌ای‌ها اختلافات شدیدی برقرار بود و خب یه سکوتی برقرار شد و معلوم شدش که نادر ابراهیمی رفته به دفتر، یعنی رفته سراغ همه اینها، اینا گفتن اگر بهازین امضا بکنه ما هم امضا میکنیم. در نتیجه ایشون رفته به دفتر پیام نوین و امضای بهازین رو هم گرفته. بهازین در اونجا توضیح داد که
من اگر آمدم به این مجلس و این اعلامیه رو امضا کردم به خاطر این است که شما مدافع آزادی بیان و قلم شده اید و این عبارتی که در اعلامیه شما هست من رو تشویق کرد که این رو امضا بکنم بیام. که در همین اثنا بود که خبر رسیدش که شهبانو دستور داده که این کنگره تشکیل نشه و در نتیجه این اعلامیه سالبه به انتفاع موضوع شد و آل احمد گفت خب حالا که دور هم دیگه جمع شده ایم عرض کنم که بیاییم و یه کانونی برای خودمون درست کنیم. کانون هم لفظی بودش که نادرپور پیشنهاد کرد که اسمشو بذاریم کانون نویسندگان ایران. کی پیشنهاد کرد؟ پیشنهاد آل احمد گفتش که جمعی درست بکنیم نادر نادرپور گفت اسمشو بذاریم کانون نویسندگان ایران. بله از اون به بعد دیگه عرض کنم که مسئله نوشتن چیز شد، اساسنامه کانون شد که من چون در سازمان برنامه یکی از کارهای من این بودش که نهادهای مختلفی که میخواست به وجود بیاد ما میرفتیم و سازمان‌های مشابهش رو در دنیا پیدا می‌کردیم، اساسنامه‌های اونا رو می‌گرفتیم، می‌خوندیم و از ادغام اونها یک اساسنامه مطابق نیازهای مثلا سازمان تعاون کشور می‌خواست به وجود بیاد، ما این اساسنامه سازمان تعاون کشور رو تهیه می‌کردیم و می‌دادیم که ببرن به مثلا دولت و اون حرفا و هر کاری که می‌خوام بکنن. در نتیجه من کارم در روز بیشتر اساسنامه خوندن بود و عادت کرده بودم به اینکه اساسنامه با چجوری شد نوشته میشه، موادش، نمیدونم تبصره هاش و قید و این حرفا، به حال تام مهارتی زده بودم و در نتیجه انتخاب شدم برای اینکه با همکاری با آقای بهازین ما این اساسنامه رو بنویسیم. تاریخ رو هم بفرمایید چه سالی بود؟ یادتون هست؟ عرض کردم 15 اسفند 1346 بود که 15. تصمیم گرفتیم که کانون نویسندگان رو به وجود بیاریم و در اردیبهشت در فکر میکنم 12 یا 15 اردیبهشت 1347 بود که اساسنامه کانون به تصویب رسید و انتخابات بر اساس اون انجام شد و اولین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هم در اون انتخابات برگزیده شد. فضای سیاسی مملکت از چه قرار بود؟ روی هم رفته ببینید. یه فضای فرتنش بود، فضای آرامی بود، دستگاه اعتماد به نفس داشت نداشت؟ ببینید به نظر من ما 2 تا 5 سال رو پشت سر خودمون داشتیم. 5 سال اول از زمانی شروع شد که پرزیدنت کندی عرض کنم که به ریاست جمهوری امریکا رسید و روی عرض کنم که دستگاه حاکمه ایران یک فشاری رو گذاشت بر اینکه فضای باز سیاسی بدن، اصلاحات بکنند و غیره، که اون خودش البته حکایتی دارد که چگونه این کارها انجام شد. اما ما تا سال 1346 واقعا فضای بسیار شکوفانی بود برای اینکه سختگیری وجود نداشت، تنبیه وجود نداشت، تذکر بیشتر داده میشد و غیره و یه نوع همکاری به نظر من وجود داشت. من یادمه که مثلا چون سازمان برنامه چسبیده بود به وزارت فرهنگ و هنر و توی اداره انتشارات وزارت فرهنگ و هنر مرحوم برزگر کار میکرد اونجا که تو مجله فردوسی هم چیز مینوشت و اسمش بودش که بررس است، یعنی آثاری رو قبل از چاپ بررسی میکردن، اجازه چاپ میدادن، یعنی اداره سانسور، ولی کلمه سانسور به کار نمیره. من یادم که بعضی وقتا مثلا برزگر به من تلفن میکرد میگفت، یادم مثلا مورد شهرام شاهرخداش بود، یه شاعر جوانی بود، به من تلفن کردش که تو این شهرام شاهرخداش رو میشناسی؟ گفتم بله. گفت این چجور آدمیه؟ گفتم خیلی بچه خوبیه، شاعر خوبی هم هستش. گفتش که این که کتاب شعر فرستاده اینجا، من هرچی میخونم نمیفهمم چون نمیفهمم در شکم که به این اجازه بدم یا ندم. تو چی میگی؟ من گفتم والا من شعرهای این شهرام رو خوندم و به نظرم نمیاد که کاری داشته باشی که مثلا
مانعی وجود داشته باشه برای انتشارش، گفت مثلا بسیار خوب و اجازه داده بود. یعنی اینجور روابط بود. اما از پی جشن‌های شاهنشاهی تاجگذاری به خصوص و اینکه کندی کشته شد و نیکسون به جاش آمد و در واقع سیاست امریکا در ایران 180 درجه تغییر کرد، یعنی نیکسون و کیسینجر تصمیم گرفتند که قدرت تمام رو به پادشاه بدند و اون اصطلاحی که اون موقع رایج شده بود از طرف خود امریکایی ها هم اول رایج شده بود این بودش که شاه ایران بشه ژاندارم منطقه، و در نتیجه ورقه سفید به ایشون دادن برای اینکه اسلحه سفارش بده. ایران یک مرتبه مثلا نیروی هوایی ایران یکی از بزرگترین نیروهای هوایی دنیا شده بود و واقعا بازمانده های اون بود که در جنگ ایران و عراق ایران رو نجات داد، هرچند که این ابلهان حکومت اسلامی شاید 100 نفری از خلبانهای درجه یک ایران رو تیرباران کرده بودند. با این حال حتی عده از خلبانهای ایران از داخل زندانها داوطلب شده بودند که بیان بیرون و برند و بجنگند با عراق، یعنی همچی وضعیت. به هر حال از نیمه دهه 1340 رفته رفته روابط تنگ شد، ولی هنوز وقتی که کانون نویسندگان تشکیل می شد کسی نمی ترسید از اینکه بیان سراغ ما و عرض کنم که مثلا ماها رو بگیرند و غیره. یه نوع اطمینانی وجود داشتش که ما در داخل یه روابطداری حکومتی داریم عمل می کنیم. به همین دلیل هم من فکر می کنم که اون 50-60 نفری هم که آمده بودن اون اعلامیه رو امضا کرده بودن زیاد نمی ترسیدن و دلشون نمی خواست این اتفاق بیفته. تو دور رو دربایستی هم دیگه آمده بودن امضا کرده بودن، ولی وقتی که دیدن خبری نیست و اون کنگره شاعران هم به فرمان شهبانو عرض کنم که لغو شده، ترسا حتی فرو ریخت و عده زیادتری هم آمدن. اما به مرور زمان که ما در کار نویسندگان پیش رفتیم و چندین گام جالب هم برداشتیم، مثلا یک شب در دانشگاه تهران ما شب نیمایوشی 18 دی ماه 1347 ما در دانشگاه تهران که اصلا شعر نو رو به خودش راه نمیداد، ما شب نیما برگزار کردیم. البته روابط حزب توده‌ای اونجا برقرار بود، یعنی اینکه کسرایی که جزو هیئت دبیران ما بود رفته بود با مهندس میر فندرسکی که رئیس دانشکده هنرهای زیبا بود صحبت کرده بود و از او اجازه گرفته بود که این مراسم در تالار دانشکده هنرهای زیبا انجام بشه، اما کسی نیومد بگه که نباید این کار رو انجام بدی. حتی من یادمه که رادیو تلویزیون هم فیلم بردار فرستاده بود و تمام مراسم اون شب رو که درش آل احمد سخن گفت، سیمین خانم دانشور، عرض کنم که شاملو و 30-40 تا شاعر دیگه هم هر کدوم آمدن یه شعری چیزی خوندن، تمام این مطالب رو رادیو تلویزیون روی فیلم ضبط کرد که من بعد از انقلاب که رام پامواز شد به داخل تلویزیون، ببخشید قبل از انقلاب بود، قبل از انقلاب یه 2 سالی مونده بود به انقلاب، یه دفتر روابط بین المللی اونجا وجود داشت که میخواستن چند تا فیلم به زبان انگلیسی راجع به هنرهای ایران بسازن که با بی بی سی مبادله برنامه‌ای بکنن و از من دعوت کردن که من برم این فیلم ها رو بسازم. در نتیجه من رفتم به آرشیو تلویزیون و دیدم بله همش هست. خب متاسفانه وقت ما تمام شد. حیف تا اینجا یادتون باشه تو کجا اومدید آقای دکتر نوری علای عزیز. رفتید توی آرشیو تلویزیون، قراره با بی بی سی مبادله فیلم بکنید، این مجموعه رو پیدا کردی که به نظرم یک گنجینه بوده. من به شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. مرمت شما زیاد، شبتون بخیر.